یازدهمین روز مرداد ماه برابر با 2 اوت سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، پایان کنفرانس پوتسدام در پایان جنگ جهانی دوم، سومین و آخرین کنفرانس سران متفقین در زمان جنگ جهانی دوم در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین و با حضور استالین، ترومن و چرچیل، رهبران وقت شوروی، آمریکا و انگلستان برگزار شد. هرچند در میانه راه چرچیل در نتیجه شکست در انتخابات پارلمانی انگلیس جای خود را به کلمنت اتلی داد، کنفرانس پوتسدام بیشتر به بحث درباره توافق‌های کنفرانس یالتا و نحوه اجرای آن و آینده آلمان اختصاص داشت. در این کنفرانس استالین در اجرای توافق محرمانه‌ای که در کنفرانس یالتا صورت گرفته بود قول داد که پس از بازگشت به مسکو به ژاپن اعلان جنگ بدهد. این امر هزینه چندانی برای شوروی نداشت، چرا که کمتر از 1 ماه بعد جنگ جهانی در آسیا نیز به کلی پایان یافت. همچنین ترومن رئیس جمهور آمریکا در جریان کنفرانس پوتسدام به استالین اطلاع داد که آمریکا به بمب هسته‌ای دست یافته و ممکن است آن را علیه ژاپن به کار ببرد. بنابراین شکست ژاپن در جنگ امری حتمی بود و استالین از شرکت در جنگ بر ضد ژاپن ضرری نمی کرد. اولین اقدام پس از پایان کنفرانس پوتسدام دستور ترومن برای بمباران هسته‌ای ژاپن در 6 و 9 اوت همان سال بود که به قتل عام صدها هزار نفر و شکست نهایی ژاپن انجامید. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمد علی رجایی. پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی در حالی مهیای دومین انتخابات ریاست جمهوری گردید که هنوز دولت انقلابی به صورت کامل بر اوضاع کشور مسلط نشده بود. بنابراین با اصرار و تأکید جناح‌های خط امام و معتقدان به ولایت، رجایی در این انتخابات شرکت نمود و به عنوان دومین رئیس جمهور اسلامی برگزیده شد. سال 1369 خورشیدی برابر با 1990 میلادی، لشکرکشی عراق به کشور کویت و اشغال کامل آن. عراق در یک یورش وسیع و ظرف چند ساعت کشور کویت را به اشغال خود درآورد و پس از چندی اعلام کرد که کویت استان 19 عراق است. به این ترتیب نطفه یکی از مهمترین رخدادهای تعیین کننده و تأثیر گذار در منطقه خاورمیانه در چند دهه اخیر بسته شد. پس از حدود 6 ماه با استمداد کویت از دولتها و مجامع جهانی، گروه متحد غرب به رهبری آمریکا عملیات وسیع را علیه رژیم عراق انجام داده و پس از خارج ساختن کویت از دست عراق، این کشور را آماج حملات خود قرار داده و خسارات فراوانی به کشور عراق وارد آوردند. از آن پس تحریم‌های همه جانبه از طرف مجامع جهانی و قدرت‌های بزرگ علیه عراق آغاز شد و این تحریم‌ها تا سقوط رژیم صدام ادامه یافت.